اینجا بهشت دوستداران لوازم خانگی است. بیش از 1000 شرکت و نمایندگی در نمایشگاه بین المللی شهر کلن در آلمان شرکت کردند. از سوزن تا مبل، همه چیز برای شیک یا گرم و دلچسب کردن خانه. اما آخرین مد محصولات شرکت‌های تولیدی چیست و مردم به خرید چه مدلی از کالاها تمایل دارند؟ مدیر انجمن صنایع مبلمان اساس خانگی آلمان میگوید مد این است که هیچ مدی وجود ندارد، یعنی هر کس هر چه دلش بخواهد انجام میدهد. مد و گرایش این است و فردگرایی مد غالب. البته در طراحی مبلمان خانگی کارایی آنها عامل تعیین کننده است، بعد از آن نور و رنگ. این مبل ساخت شرکت رولف بنز برنده جایزه خلاقیت طراحی داخلی در 300 رنگ و به قیمت 4000 یورو عرضه شد. از این میز هیچ وقت خسته نمی شود. پایه و روی آن را به دلخواه عوض می کنید. یک شرکت آلمانی استفاده دیگری برای خودکار پیدا کرده است. انواع چراغ‌های رومیزی. اما متخصصان میگویند کاغذ دیواری دوباره مد شده است. نتیجه یک کار تحقیقی به نام روانشناسی کاغذ دیواری در این نمایشگاه نکته جالبی را درباره علاقه آلمانی ها به آن خاطر نشان میکند. در آلمان حتی مؤسسه کاغذ دیواری آلمان وجود دارد و ایوانا ماتاس روانشناس فارغ التحصیل این مؤسسه است. و طرفداران این شیء تزئینی را این طور توصیف می‌کنند: ما 4 دسته از این افراد را تشخیص دادیم. آدم‌های بی‌قید و بی‌توجه، دوم کسانی که دنبال پرستیژ هستند، سوم کسانی که عملگرایند و فقط می‌خواهند دیوار را بپوشانند، و چهارم آنها که در انتخاب کاغذ دیواری خلاق و دیوانند. این وان و زیردوشی از سنگ مرمر یک تکه و به شکل او ساخته شده. قیمت آن برای علاقمندان 50000 یورو است. اما امروز لوازم خانگی تنها برای تجمل نیست، وسایل بازیافتی که با خلاقیت تغییر کاربرد دادن. مثلا چرخ آلومینیومی پذیرایی هواپیما قفسه و طبقه بندی داخلی خانه می شود و قیمتش بین 219 تا 1000 یورو است. 65 نمایشگاه بین المللی بازار لوازم خانگی شهر کلن تا یک شنبه این هفته برقرار است.